با بهترین درودها بر شما هممیهنان ارجمندم در همه جای جهان، به ویژه هممیهنان عزیز در مام میهن، و گرمترین شادباش های نوروزی در آغازین لحظه های سال بر یکایک ایرانیان. همینک و همچون همه شب بیننده برنامه آن سوی خبر هستید که تا 30 دقیقه مروری خواهد داشت بر اهم مطالب و اخبار ایران و جهان در طول 24 ساعت گذشته. نخست مروری بر سرفصل اهم عناوین و اخبار برگزیده امشب. جدال‌ها در لوزان بر سر پرونده هسته‌ای ایران و راند ششم مذاکرات در میانه گمان‌های گسترده کارشناسان. در حوزه داخلی واکنش‌ها به دلنوشته‌های هاشمی رفسنجانی، دولت مرد پرفراز و نشیب نظام فقها. همچنین ماجراهای تهاجم به مطهری و شناسایی 16 تن از اوباشان در شیراز. آمار مرگ و میر فزاینده در جاده‌های ایران در سیل مسافرت‌های نوروزی. و در حوزه منطقه‌ای موزه باردو در تونس و اعلام داعش در این عملیات تروریستی علیه توریست‌های تونسی. و بالاخره لحظه به لحظه و قدم به قدم تا آزادی کامل شهر تکریت در عراق، اهم مطالب برگزیده امشب است که در 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان گرامی خواهد رسید. سانتریفیوژ ها، لغو تحریم ها، اظهار موضع مسئولین در دو سوی ایران و آمریکا، صدر نشین اخبار حوزه هسته‌ای بود. ادامه می دهیم با تازه ترین طرح جدید سنای آمریکا درباره مذاکرات. سناتور باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، می گوید این احتمال وجود دارد طرحی برای ملزم کردن هر گونه توافق آمریکا با ایران که به تایید در کنگره نیاز دارد مطرح شده و به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کروکر روز پنجشنبه 28 اسفند ماه می گفت در حال بررسی هستیم که احتمالاً پنجشنبه هفته آینده این طرح به رأی گذاشته شود. باراک اوباما پیشتر هشدار داده بود که هر گونه طرحی که در مقطع مذاکرات حساس با ایران در کنگره تصویب شود را وتو خواهد کرد. در همین زمینه اد رئیس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته بود کاخ سفید در پی توافق با ایران است و حتی شاید به دنبال بیانیه‌ای برای تایید آن در شورای امنیت باشد، اما هنوز با کنگره آمریکا وارد گفتگو نشده است. در سوی دیگر محمد جواد ظریف می گفت ما در حال حرکت هستیم، گفتگوها به شدت پیچیده است و ما به مراحل پایانی مذاکرات رسیده ایم. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پایان مذاکرات روز پنجشنبه چنین می گفت که هنوز کمی با اینکه بگوییم به فهم مشترک رسیدیم فاصله داریم و کار زیادی نیز داریم. آقای ظریف در پاسخ به این سوال که تیم مذاکره کننده ایرانی تا چه زمانی در لوزان خواهد ماند می گفت تا زمانی که لازم باشد میمانیم. ادامه آن سوی خبر و حضور وزرای امور خارجه اروپایی در لوزان. سلام خانم، حال شما؟
وزرای خارجه سه کشور اتحادیه اروپایی عضو گروه پنج به علاوه یک روز شنبه به مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس میپیوندند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو گروه پنج به علاوه یک برای مشورت و رایزنی با همتای آمریکایی خود به لوزان میآیند. قرار است وزیران خارجه کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس شنبه به مذاکرات اضافه شوند. بنابراین گزارش، امروز مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا از سر گرفته می شود. با وجود سفر سه وزیر خارجه اروپایی، هنوز سفر وزیران خارجه روسیه و چین برای روز شنبه قطعی نشده است. این منابع اعلام کردند که برای اکثریت موضوعات در دستور کار راه حل پیدا شده، اما در دو سه موضوع هنوز راه حل‌ها به نتیجه نرسیده است. وزیران خارجه فرانسه و آلمان جمعه شب و احتمالاً وزیر خارجه کشور پادشاهی بریتانیا صبح شنبه وارد لوزان می‌شوند. آن سوی خبر را با تازه‌ترین توضیحات عباس عراقچی پی می‌گیریم. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، درباره حضور همه وزرای کشورهای پنج به علاوه یک در لوزان سوئیس می‌گفت اگر آنها خودشان بخواهند به گفتگوها ملحق شوند مشکلی نیست، اما از نظر اینکه به جلسه نهایی با همه وزرا برسیم هنوز در آن موقعیت قرار نداریم. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران از جمله تسنیم، عباس عراقچی در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای می گفت هنوز در موقعیتی قرار نداریم که بگویم به نقطه پایانی رسیده ایم و لازم است وزرای دیگر هم بیایند. آقای عراقچی درباره زمان پایان مهلت مذاکرات نیز می گفت خودمان را به هیچ تاریخی مقید نمی کنیم. یک تاریخ هفت ماهه تا دهم تیر ماه در نظر گرفته شده است و تا آخر ماه مارس هم زمان گذاشته ایم تا بتوانیم راه حل های اولیه را پیدا کنیم. معاون وزارت خارجه ایران درباره اعداد و ارقامی که درباره توافق هسته‌ای ایران در برخی محافل رسانه‌ای مطرح می شود می گفت هنوز هیچ چیزی توافق نشده. حتی مواردی که مورد توافق قرار گرفته است مورد توافق نهایی نیست. ایشان می افزود ما این اصل را از روز اول گفته ایم که هیچ چیزی توافق نمی شود مگر اینکه درباره همه چیز توافق شود. ادامه برنامه یان سوی خبر با رویدادهای هسته‌ای. در سوی دیگر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی با پایگاه خبری العهد لبنان می گفت باید اطمینان حاصل کنیم که غرب به توافق احتمالی پایبند خواهد بود. خانم افخم می گفت مذاکرات هسته‌ای کنونی در شهر لوزان سوئیس در مراحل حساسی قرار دارد و ما باید اطمینان حاصل پیدا کنیم که غرب به توافق احتمالی پایبند خواهد بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال دیگری درباره حذف نام ایران و حزب الله از فهرست تهدیدات امنیتی ایالات متحده آمریکا این گونه توضیح می‌داد که گزارش های منتشر شده در این زمینه مهم نیست، زیرا ما هرگز برای هیچ یک از کشورهای جهان تهدید نبوده و نیستیم. وی افزود درباره حزب الله نیز باید بگویم حزب الله یک مقاومت مردمی مشروع در لبنان علیه متجاوزان رژیم صهیونیستی است و ما تروریستی خواندن حزب الله را نمیپذیریم، زیرا یک سازمان مردمی است که به زعم این سخنگوی نظام ولایت فقیه از بطن مقاومت مشروع مردم لبنان برخاست است. در ادامه کشاکش های مذاکرات، کماکان تعداد سانتریفیوژ های ایران بیشترین مناقشه را برانگیختند. بنابر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس ایالات متحده آمریکا، بر اساس پیشنویس توافقنامه هسته‌ای، ایران برای یک دهه یا بیشتر تنها 6000 سانتریفیوژ خواهد داشت. مقامات به اسوشیتد پرس گفتند که بر اساس پیشنویس توافقنامه میان ایران و آمریکا، تهران مجبور خواهد شد تا برای یک دهه 40% از سخت افزارهای هسته‌ای خود از جمله سانتریفیوژها را متوقف کند.
بر اساس گفته این مقامات، این پیشنویس به ایران پیشنهاد می دهد که تحریم هایی که به اقتصاد ایران بسیار ضربه زده است سریعا کاهش یابد. ایران هم اکنون کمتر از 10,000 سانتریفیوژ دارد که بر اساس پیشنویس قطعنامه ایران حدود 6,000 سانتریفیوژ خواهد داشت که 1,500 عدد بیش از تعدادی است که ایالات متحده آمریکا در ابتدا خواستار آن بوده است. و اما هرچه قوی تر شدن احتمال لغو تحریم های ایران، آدام زوبین قائم مقام موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی اعلام کرد که آمریکا تحریم های ایران را به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای لغو خواهد کرد. به گفته وی مسئله رفع تحریم ها به تغییر فعالیت های قابل راستی‌آزمایی هسته‌ای ایران بستگی دارد. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، آقای زوبین می گفت در صورتی که قدرت های جهانی به توافق دست یابند، واشنگتن قصد دارد هر گونه تحریمی که مربوط به حمایت ایران از گروه های شبه نظامی، نقض حقوق بشر و دیگر اقدامات بی ثبات کننده این کشور در خاورمیانه است را حفظ کند. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که در حال به پیش بردن موضوعات سخت قرار داریم، اما ما پیشرفت هایی را به دست آورده ایم و به سختی در حال کار کردن هستیم. از سوی دیگر مذاکره کننده ارشد فرانسوی طبق دوره های پیشین مذاکرات بار دیگر از عدم پیشرفت جدی در مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع خبر داد. ایشان اعلام می کرد که ما از توافق فاصله داریم. طرفین تا کنون به پیشرفت جدی دست نیافتند. آن سوی خبر راه با خبرهایی از داخل ایران ادامه می دهیم و پی می گیریم. بازداشت نکردن متهمین حمله به علی مطهری علی‌رغم شناسایی آنان موجب نگرانی از سوی مدافعین آزادی های مدنی در ایران شد. در این راستا وزارت کشور اعلام کرد با وجود شناسایی حمله کنندگان به علی مطهری، آنان هنوز بازداشت نشدند. معاون امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون 15 نفر از عوامل حادثه شیراز شناسایی شده اند می گفت از سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شده است. معاون امنیتی وزارت کشور گفت که تاکنون کسی در رابطه با حادثه شیراز بازداشت نشده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می گفت در شیراز بررسی های من را به صورت همه جانبه انجام داده ایم و همه ابعاد قضیه در نظر گرفته شده است. معاون وزیر کشور گفت یک تیم مرکب از فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیر کل اطلاعات استان و فرمانده سپاه استان زیر نظر دادستان شیراز تشکیل شد تا هر کدام از این دستگاه ها کار شناسایی را انجام دهند و اطلاعات خود را با مستندات اعم از فیلم و عکس در اختیار دادستان قرار دهند و دادستانی هم با بررسی مدارک و مستندات افرادی که اقدام به خلاف قانون کرده اند را تحت تعقیب قرار دهد. آقای ذوالفقاری در ادامه اظهارات خود اینگونه توضیح میداد که تاکنون نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و اداره کل سپاه استان اسامی 15 نفر از افرادی را که در محل واقعه حضور داشتند را تهیه کردند و در اختیار دادستانی قرار دادند و دادستانی نیز دستورات اولیه قضایی را صادر کرده است. و اما در سوی دیگر دستگیری کنشگران جهان مجازی در ایران و کاربران شهر شبکه ها از سوی نیروهای سپاه پاسداران موسوم به ارتش نوظهور سایبری جمهوری اسلامی ایران. سپاه پاسداران اعلام کرده است که گروهی از کاربران شبکه اجتماعی را دستگیر کرده است.
مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه استان سمنان در اطلاعی از انهدام شبکه ترویج فساد در شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. سپاه سمنان در اطلاعیه خود این افراد را به ترویج فرهنگ برهنگی و مدلینگ و عادی‌سازی بی‌حجابی، تلاش برای ترویج فرهنگ اباحه‌گری و ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی، ترویج سبک زندگی غربی، اقفال و انتشار تصاویر خصوصی دختران و زنان عضو فیسبوک و فراهم نمودن زمینه کسب درآمد نامشروع متهم کرده است. ادامه آن سوی خبر با رویدادهای تازه از هاشمی رفسنجانی. وزارت اطلاعات کابینه روحانی در تازه ترین اظهار موضع سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد. وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای سخنان هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مهدی هاشمی را رد کرده است. وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بدون نام بردن از شخص هاشمی رفسنجانی، اظهارات منتشره در برخی رسانه‌های داخلی مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص فعالیت‌های متهم میم ه در کشور انگلستان نزد مراجع قضایی تکذیب کرد. گویا منظور وزارت اطلاعات در این بیانیه از دو حرف اختصاری میم ه همانا مهدی هاشمی فرزند اکبر رفسنجانی باشد. در بخشی از اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده در مورد بخش هایی از کیفرخواست متهم سوالاتی را از وزارت اطلاعات نموده و خواستار ارائه نظر کارشناسی این وزارتخانه گردیده بود که این وزارتخانه نیز بر اساس اسناد و مدارک موجود نظر خود را پیرامون پرونده و سوالات مزبور اعلام نمود. لذا افشای محتوای محرمانه سوالات و پاسخهای پرونده قضایی مزبور حق این وزارتخانه را برای پیگیری حقوق انتصاب مصادیق کذب محفوظ می دارد. کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با چند رویداد خارجی و منطقه‌ای ادامه می دهیم. نخست آنکه مسئولیت عملیات تروریستی در تونس را گروه شورشی داعش بر عهده گرفت. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در یک بیانیه صوتی مسئولیت این حمله را رسما پذیرفته است. این بیانیه صوتی در توییتر که از منابع دائمی تبلیغات داعش به شمار می رود منتشر شده است. روز پنجشنبه مقام‌های موزه باردو دو گردشگر اسپانیایی و یک کارگر موزه را که از دیروز پنهان شده بودند یافتند. این افراد فکر می کردند که حمله افراد مسلح و گروگانگیری هنوز تمام نشده است. مقام‌های تونس به دنبال حمله مرگبار روز گذشته به یک موزه در این کشور 9 نفر را بازداشت کردند. حمله دو فرد مسلح به موزه باردو در تونس منجر به مرگ 23 نفر از جمله 20 گردشگر خارجی شد. گفته شده است که این دو فرد مسلح تونسی که هویت آنها برای نیروهای امنیتی تونس آشکار بوده در لیبی آموزش‌های لازم را از پیکارجویان اسلامگرا دیده بودند. به دنبال کشته شدن 20 گردشگر خارجی، شماری از شرکت‌های گردشگری فعالیت‌های خود را در کشور تونس به حالت تعلیق درآورده یا محدود کردند. از تونس به یمن می رویم و می خوانیم تازه ترین اخبار دریافتی از حمله به کاخ رئیس جمهور قانونی این کشور. به دنبال حمله هوایی به مقر عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در عدن، نیروهای امنیتی او را به نقطه امنی منتقل کردند. گزارش شده که دو جنگنده در این حمله هوایی شرکت داشتند، اما گفته شده که کاخ محل اقامت آقای هادی به طور جدی آسیب ندیده است. طبق گزارش ها این هواپیماها از صنعا پرواز کرده بودند. این حمله هوایی
پس از آن صورت گرفت که نیروهای طرفدار رئیس جمهوری یمن بر فرودگاه عدن مسلط شدند. واحدهای نظامی وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن پس از چند روز نبرد سنگین و استفاده از تانک و اسلحه سنگین توانستند نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین و از متحدان حوثی ها را از محوطه فرودگاه عدن خارج کنند. حوثی ها کماکان گفته می شود که مورد حمایت نظام شیعه جمهوری اسلامی است. و در عرصه رویدادهای منطقه‌ای پس از یمن توقفی در عراق خواهیم داشت، با تازه هایی از تکریت و تجدید نیرو در این شهر تمام جنگی. به گزارش خبرگزاری ها، یک منبع امنیتی استان صلاح الدین در گفتگویی با شبکه تلویزیونی از سومری نیوز می گفت یگان نظامی متشکل از 1500 تا 2000 نفر از نیروهای گردانهای صلح و گردانهای حزب الله با خودروها و تجهیزات و سلاحهایشان وارد پایگاه اسپایگر شدند تا در عملیات آزادسازی شهر تکریت شرکت کنند. این منبع آگاه می افزود انتظار می رود که عملیات یورش به مرکز شهر تکریت در 48 ساعت آینده آغاز شود. حیدر العبادی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، چهارشنبه شب بعد از ملاقات با شماری از فرماندهان امنیتی در بیانیه ای اعلام کرد آزادسازی شهر تکریت در دسترس است و عملیات امنیتی و نظامی در استان صلاح الدین بر اساس برنامه از پیش تعیین شده به پیش می رود. یک منبع نزدیک به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پیش از این گفته بود عملیات ورود به شهر تکریت بر اساس نقشه هایی پیش می رود که همزمان تحرکات نیروهای امنیتی و حضور غیر نظامیان را نیز لحاظ می کند. از میدان عملیات نبرد در عراق به جنگ های جاده‌ای در ایران باز می گردیم که تنها در یک روز ده‌ها کشته بر جای گذاشت. سرپرست مرکز کنترل ترافیک نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه 28 اسفند ماه خبر داد که در تصادفات 24 ساعت گذشته در سطح کشور 30 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، نادر رحمانی گفت طی 24 ساعت گذشته در 21 تصادف منجر به فوت 30 نفر کشته و در 402 تصادف منجر به جهر 520 نفر مجروح شدند. در همین حال کسرا سیروسی، رئیس پلیس راه شمال استان فارس، نیز روز پنجشنبه می گفت که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه تریلر در محور داراب به سمت بندرعباس 5 سرنشین خودروی پراید کشته شدند. در مسافرت های ایام نوروز و سال نو در ایران همه سال تعداد زیادی از ایرانیان و شهروندان در شهرهای مختلف در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. در همین حال به گفته احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، در مسافرت های نوروز سال 93 1084 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که نسبت به سال پیش از آن 7% کمتر است. در همین حال از روزهای گذشته سفرهای نوروزی در ایران آغاز شده و رسانه‌های ایران از ترافیک شدید در مسیرهای خروجی تهران و همچنین مسیرهای منتهی به شهرهای توریستی ایران خبر می‌دهند.
اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی نیز گفت که سفرهای نوروزی از 25 اسفند ماه آغاز شده و روز به روز در حال افزایش است. و در پایان با یک رویداد ورزشی از منطقه آن سوی خبر را پی می‌گیریم. برگزاری جام جهانی زمستانی در کشور امیرنشین قطر با تایید اعضای کمیته اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال، جام جهانی 2022 در فصل زمستان برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا با تایید کمیته اجرایی فیفا، قطر برگزار کننده نخستین جام جهانی در فصل زمستان خواهد بود. بر اساس تصمیم این کمیته، جام جهانی 22 فوتبال در نوامبر و دسامبر برگزار خواهد شد. دیدار نهایی این رقابت ها نیز 18 دسامبر سال 2022 خواهد بود که روز ملی قطر نیز به شمار می رود. همچنین گفته شده است جام جهانی سال 2022 در زمان کوتاه تری نسبت به دیگر جام های تاریخ برگزار می شود. بر همین اساس کارگروهی تشکیل خواهد شد تا تقویم رقابت‌های بین‌المللی را برای بازه زمانی 2019 تا 2022 شکل دهد. پیش از این هم گفته شده بود جام جهانی قطر در زمستان انجام خواهد شد و تنها تایید کمیته اجرایی فیفا برای قطعی شدن این زمان باقی مانده بود. و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. بار دیگر با آرزوی لحظه های زرین در آغازین روزهای روزگار در پهن‌دشت میهن ایران زمین از شما دعوت میکنم که بیننده ادامه برنامه های امشب از جمله گزارش روز باشید. تا درودی دوباره، شامگاهی دیگروار و سویه های تازه تر در آن سوی خبر در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.